به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده های گرانقدر تلویزیون آینه، علاقمندان برنامه صحت برای همه، سلام های مملو از صفا و صمیمیت ما دکتر احمد جی ایوبی و تمام دستان در کاران برنامه را پذیرا شوید. با آرزوی صحت و سلامتی هرچی بیشتر شما دوستای عزیز، با گذشت یک هفته باز هم در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه امروزی ما افسردگی است و مهمان برنامه ما خدیجه همتیار روانشناس. خوش آمدیم به برنامه. سلام به شما دکتر صاحب، خوش باشین. سلام تقدیم میکنم به دوستایی که همین اکنون بیننده هستن و آرزو میکنم که عافیت داشته باشن و روز تاییدن با خوشی سپری کرده باشن. تشکر. دوستای عزیز، برنامه ما به صورت زنده و مستقیم از استودیوی مرکزی تلویزیون آینه به نشر میرسه. شماره تماس ما رو روی صفحه تلویزیون تان مشاهده میکنین، با ما تماس بگیرین. خواهشی که از دوستا دارم، دوستای عزیز، وقتی با ما تماس میگیرین کوشش کنین سوالاتتون راجع به موضوع برنامه باشه، صدای تلویزیون تان پخش کنین، یک موقعیت خوب اختیار کنین. یکی افسردگی چی است؟ کدام عوامل باعث میشه؟ کدام اشخاص دچار میشه؟ راه‌های حل چی است؟ تداوی چی است؟ این همه موضوعاتی است که در جریان برنامه صحبت خود کردیم. کوشش کنین تا آخر برنامه ما را دنبال کنین. قبل از اینکه طرف تماس دوستا بریم، میشه در مورد افسردگی یک معلومات کوتاه بدین که افسردگی یعنی چی؟ خب افسردگی یک حالت خلقی است که با بی‌حوصلگی، فعالیت گریزی و همچنان بی‌علاقگی و بی‌میلی به فعالیت ها است. البته این اختلال میتونه روی جنبه های مختلف از زندگی ما تاثیر گذار باشه، مثلا روی رفتارهای ما تاثیر کنه، روی شخصیت ما، روی افکار ما و در کل زندگی ما را تحت پوشش قرار بده. ما به این اختلال به عنوان سرماخوردگی روانشناسی هم میگیم، چون که یک اختلال شایع و همه‌گیر است، هر کس و در هر سطح و سویه که باشه ممکن است دچار این اختلال شود و از این اختلال رنج ببره. تشکر. دوستای عزیز، شماره تماس ما 0795 30 90 90. باز تکرار میکنم 0795 30 90 90، با ما تماس بگیرین، کوشش کنین سوالاتتان راجع به موضوع برنامه باشه. همکارا تماس داریم؟ خب روی عوامل اگر صحبت کنیم، کدام عوامل باعث میشه که یک شخص طرف افسردگی بره؟ نه تنها افسردگی، بلکه هر بیماری روانی دیگه ای را که ما بخوایم مطالعه کنیم و یک بررسی کنیم که این مشکل چگونه و چطور به وجود آمده، میتونیم بفهمیم که در مبتلا شدن یک فرد به یک اختلال روانی، به طور مثال افسردگی، عوامل مختلف دخیل میتونه باشه. به طور مثال ژنتیک یک نقش بسیار اساسی را داره که یک فرد که در خانوادهشون کسی دوچاری اختلال باشه یا از این مشکل رنج ببره، امکانی که به فرزندای خود و یا هم نسل بعدی خود این مشکل انتقال بده در اونا بیشتر است. بر علاوه محیط و یا هم شرایط را که یک فرد در او زندگی میکنه و یا در او قرار میگیره میتونه بسیار نقش اساسی و کلی را داشته باشه. به طور مثال وقتی یک فرد را که ما دوست داریم از دستش میدیم، مرگ یکی از عزیزا، یک حادثه و یا هم یک رویداد ناخوشایندی که کلا ما را دگرگون میکنه، وضعیت ما را تغییر میده، یا هم ما انتظار نداریم و در چنین موقعیت قرار میگیریم. در پهلوی اونا کمکاری یا هم پرکاری غده تیروئید است که بسیار میتونه نقش داشته باشه در این عصب، و افرادی که اون غده تیروئید اونا درست کار نمیکنه ممکن که دچار اختلال شوند. در پهلوش هم پرکاری و هم کمکاری سروتونین، دوپامین و همچنان اپینفرین است که اینا از جمله عوامل بسیار اساسی و مهم هستند که یک فرد وقتی دچار این مشکلات شوه ممکن است که دچار افسردگی شوه، و افسردگی هم اگر درمان نشه و یا هم این عوامل شناخته نشه و روی درمانشان کار نشه، امکان داره که دوام پیدا کنه و فرد از او رنج ببره. تشکر. تماس داریم؟ خب اگر در افغانستان صحبت کنیم، بله، اکثرا وقتی جوانا و نوجوانا رو ما میبینیم دچار افسردگی هستن، شکایت میکنن در کلینیک ها، شفاخانه ها وقتی مراجعه میکنن، یا با هر کسی وقتی میشینی صحبت میکنی از افسردگی صحبت میکنن. بعضی مشکلاتی که شما یادآوری کردین اگر رخ بده ممکن نزد یک شخص تاثیر گذار باشه که باعث افسردگی شوه، اما بعضی اوقات کدام حادثه رخ نداده، نه شخص کدام عزیز خود از دست داده و نه هم کدام مشکل دیگه داره، اما از افسردگی رنج میبره. این دلیل در چی است؟ خب دوره جوانی یک دوره است که واقعا سرنوشت ساز. در اینجا ما و یا هم اکثر جوان ها آرزوهای بیش از حد دارن، خواسته های زیاد دارن، وقت و انرژیشون هم زیاد است، توقعشون بیشتر است از خودشون. زمانی که با او خواسته های یا اهداف که تعیین میکنن نمیرسن، ممکن دچار افسردگی شوند. بر علاوه اگر یک فرد
کدام حادثه خاص را سپری نکرده، مشخص نیست که دلیل افسرده شدن این چیز، ممکن افسرده شدن اینا دلیل ژنتیکی داشته باشه که قبلا در فامیل اونا کس دچار چنین مشکل بوده و از طریق ژن ها انتقال کرده به این افراد و این افراد هم دچار افسردگی کرده. خب علائم چی است؟ یک شخص وقتی دچار افسردگی میشه کدام علائم نزد این اشخاص ظاهر میشه؟ مهمترین علائمی که البته افسردگی داره و ما از طریق اون میتونیم تشخیص بدیم که این شخص دچار افسردگی شده، به طور مثال افرادی که دچار افسردگی هستن در خوراک اینا یک تغییرات بسیار اساسی رخ میده. به طور مثال گاهی اوقات خوراکشون بیش از حد زیاد میشه یا هم در بعضی موارد خوراکشون بیش از اندازه کم میشه. هم قسمی که در خوراک و اونا تغییرات میآیه، در خوابشان هم همینطور است. وقتی یک فرد دچار افسردگی است ممکن گاهی بیش از حد بخوابه، یا هم یک فرد دیگر که دچار افسردگی شده از خوابش کاملا کاسته شده و بیش از اندازه بیدار میباشه و نمیتونه درست بخوابه. افرادی که دچار افسردگی هستند یک انرژی بسیار کم دارن و حتی با اون فعالیت های روزمره یا هم فعالیت های عادی و اولیه که هست نمیتونن رسیدگی کنن. به طور مثال یک فرد افسرده حتی خودش بار دوش خودش است، یعنی با خود نمیتونه درست رسیدگی کنه، انرژیشون بسیار کم است، ناامید هستن، کلا زندگی را به شکل فکر میکنن که پوچ است، هدر است، بیهوده است و از زندگی هیچ کدوم فایده ای برای اینا نیست. یعنی در کل حالات یا وضعیتی دارن که بسیار ناامید، گاهی اوقات افکار خودکشی دارن که حتی در 60% کسایی که دچار افسردگی هستن افکار خودکشی دیده شده. اما فقط کسایی که از این کاتگوری میخواهند است به خودکشی بزنن یا هم اقدام میکنن عملا فقط 3% ایناست. در کل افکار خودکشی یا هم پوچگرایی که زندگی را هیچ فکر کنی نزد همه افسرده هاست. همه کسایی که دچار افسردگی هستن این حس دارن، فکر میکنن، اما فقط 3% اونا دست به خودکشی میزنن. کسالت و تنبلی و این مسائل هم در افرادی که دچار افسردگی هستن بیش از حد دیده میشه. قسمی که گفتم اونا به فعالیت های اولیه یا روزمره زندگی خود حتی نمیتونن درست رسیدگی کنن و اونا نمیتونن بپردازن، انرژی ندارن، حوصله ندارن، به حدی که فقط اونا میخوان که یک اتاق تاریک باشه و در اونجا تنها خودشان باشه، هیچ کس با اونا سر و کار نداشته باشه، کلا راحت در زندگی خود در یک اتاق باشن و کس با اونا کدوم مداخله ای نداشته باشه. تشکر. تماس داریم همکاران؟ دوست عزیز شماره تماس ما هست 0795-3090. با ما تماس بگیرین و کوشش کنین که سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشه. باز هم تکرار میکنم شماره را 0795-3090 زیر سکرین تلویزیونتان هم مشاهده میکنید. خب افسردگی اطفال هم میتونند دچار بسازه یا خیر؟ قسمی که گفتیم افسردگی همه شمول است، طفل باشه، جوان باشه، نوجوان باشه، هر کسی میتونه دچار افسردگی شوه، فرق نمیکنه که در کدام ردیسی نیست. اما طور جنسیت هم کاملا در افسردگی جنسیت کدام هر دو جنس میتونه دچار افسردگی شود، هم زن و هم مرد. اما برعکس باز در خانم‌ها بیشتر است نسبت به آقایان، چون این اختلالات خلقی است که خانم‌ها بیشتر از این اختلالات رنج میبرن، باز به مردها فرق میکنه. اطفال هم میتونه دچار افسردگی شوند و طفل که دچار افسردگی میشه و اونا بیشتر فعالیتشون قسم میشه که از گروه دور میشن، منزوی هستن، خوش ندارن با کسی ارتباط برقرار کنن، خجالتی گونه هستن، به نحوی که حتی نیازهای خودشون رو نمیتونن توقع کنن و یا هم اگر خواسته ای دارن جرات کنن که از خواسته خود بخواین یا هم اگر یک موضوعی باشه او را مطرح بسازن. به صورت کلی یک طفل گوشه‌گیر و منزوی میباشن که از این طریق ما میتونیم تشخیص کنیم که این طفل دچار افسردگی است. در پهلوی از او روی فعالیت های تحصیلی نام تاثیر میگذاره، یعنی اگر وقتی یک طفل در مکتب هست سطح نمراتش بسیار میاد پایین، انگیزه درس خواندن نداره، حوصله درس خواندن نداره، بسیار ضد میکنه، جنگ میکنه، همه چیزا مشکنانه، به یک نحو کلا با هم در جنگ است و فقط دوست داره که خاموش باشه، کس با او کار نداشته باشه. اگر با مداخله کردن معلوم دار که یک حالت پرخوشگری را به خود میگیره و از این طریق از خود دفاع میکنه. شکر تماس داریم. بله فکر میکنم تماس بیننده ما قطع شد، امید که دوباره تماس بگیرن. دوستان عزیز وقتی با ما تماس میگیرین کوشش کنین صدای تلویزیونتان رو پخش کنین، متوجه تلفنتان باشین و سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشن. خب اگر روی عوامل افسردگی نزد اطفال صحبت کنیم، تنها میتونه ژنتیک انتقال کنه برای اطفال یا میتونه اطفال هم بعضی مشکلات را زندگی خود تجربه کنند که باعث شود نزد از این طفل
افسردگی بر بیاد. دقیقاً خب یک عوامل افسردگی ژنتیک بود که از طریق ژنتیک یا هم وراثت یک طفل ممکن است دچار افسردگی شود. در پهلوی او بعض عوامل دیگری هم هست که یک طفل دچار افسردگی میکنه. به طور مثال کم مهری یا هم بی‌توجهی به طفل. زمانی که یک طفل حس کنه که محبت کافی را دریافت نکرده، هر روشی را که استفاده کرد فامیلش متوجه او نبودن و از این طریق او کم کم منزوی میشه. ابتدا بعض فعالیت‌ها را شاید انجام بده که توجه اونها را جلب کنه به خود، مثلا فریاد بکشه، بعض وقت یگان چیز را تخریب کنه، یا اون کارهایی کنه گاهی به خودش ضرر برسانه، حتی که فامیل متوجه شود که ایره از یاد بردین و دوباره باید به این توجه کنید. اما گاهی اوقات وقتی دید که این فعالیت‌ها کلا بی اثر بود، تاثیر نکرد و فامیل بازم به او توجه نکرده و متوجهش نشدن، ممکن گوشه‌گیر شوه، منزوی شوه و دچار افسردگی شوه. اگر متوجه شده باشین وقتی در یک خانه یک طفل به دنیا میاد، طفل قبلی به او بسیار حسادت میکنه، چون حس میکنه که این طفل حالا جایش گرفته و دیگه اون محبت که قبلا با این فامیل داشت ندارن و این محبت تقسیم شده. خب درست است که اون محبت شاید تا حد به طفل کوچکتر هم داده میشه و به او انتقال میکنه، اما به این معنی نیست که جای طفل قبلی را گرفته. هر کس جای خودش را دارد و این به فامیل واضح است، اما او طفل که کوچک است ایره شاید درک نکنه که فامیل ما مرا به مو اندازه دوست دارن که قبلا دوست داشتن. حس میکنه که شاید حال محبت تقسیم شده و دیگه همه توجه و محبت رفته به او طرف کوچکتر از او و حال به این توجه نمیکنن و این یکی از علت های بسیار عمده و اساسی افسردگی نزد اطفال است. چکر و میخوایم روی افسردگی اطفال زیادتر بحث کنیم، به خاطر از اینکه عام است، اکثرا والدین در فکر اطفال خود نیست که طفل افسرده میشه، بعضی اوقات برخوردهای بسیار خراب. خب تماس بینده ما را قد شد تماس بینده ما فکر میکنم کدام مشکل در شبکه است یا چطور؟ خب اکثرا والدین متوجه اطفال خود نمی باشند یا پرخاش بسیار میکنند. بعضی اوقات اطفالی که نو به مکتب میرند بس تماس داریم؟ بله؟ بله. سلام علیکم، برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه، خوش آمدین به برنامه. تشکر، زنده باشین. مهربانی سوالتان را مطرح کنین. برادر صدای تلویزیون تا نکمی پخش کنین صحبت کنین. صدای شما را داریم دوست عزیز، صدای تلویزیون تا نپخش کنین. متاسفانه تماس بینده ما قطع شد. دوست عزیز بارها خواهش کردیم از دوستای ما وقتی با ما تماس میگیرین کوشش کنین صدای تلویزیون تا نپخش کنین. صدا دوباره انعکاس میکنه، ما صدای خود از طریق تلفن شما میشنویم. صدای تلویزیون تان را پخش کنین، صدای ما را از طریق موبایل تان بشنوین. هر زمانی که سوال تان خلاص شد، دوباره وقتی که پاسخ سوال تان را دریافت میکردین صدای تلویزیون تان را بلند کنین. تماس داریم؟ بله؟ بله. خب متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. خب گفتیم اطفالی که دوران مکتب صنف اول نو شامل میشن، خامخا مشکلات در درس می داشته باشن، در آموختن می داشته باشن، اکثرا فامیلا بسیار فشار وارد میکنه برای اطفال که چرا درس نمیخوانی، یا بعضی اوقات اطفالی که شوخی و بازی طفلانه خود میکنن از طرف والدین یا برادر کلان یا کسی دیگه مورد تمسخر قرار میگیرن. اینا چقدر روی روحی طفل تاثیر داره در آینده یا در حال؟ چی مشکلات را ایجاد خواهد کرد؟ خب قسمی که میفهمم این طفلیت یک دوره سرنوشت ساز زندگی ماست. 80% شخصیت ما در طفولیت ما تکمیل میشه و 20% باقی ماندهش میمانه بقیه طول عمر که ما تکمیلش میکنیم. فکر کنین که اگر 80% ما با مشکل مواجه بسازیم، در 80% مشکل باشه، با این 20% دیگه ای که ما خود ما وقت جوان میشیم، وقت خوب و بد ما را میتونیم تشخیص بدیم، چی خواهد کردیم؟ دقیقاً اینجا بیشترین نقش مربوط به خانواده ها میشه. ای که از روش های تربیتی درست استفاده کنن. درست است طفل کوچک است، نمیفهمه، شوخ است، شاید بیشتر ناراحت بسازه فامیله، خواسته های خود به هر رقم که شده میگیره و از این طریق دیگران را اذیت میکنه. با معذرت بینده ما روی خط است، دوباره برمیگردیم. بله؟ بله. سلام علیکم، برنامه صحت برای همه از تلویزیون آینه، خوش آمدین. مهربانی بفرمایید. برادر صدای تلویزیون تان پخش کنین، سوال تان مطرح کنین. بله؟
بله سلام علیکم. و علیکم السلام، مهربانی سوالتون رو مطرح کنین. متاسفانه تماس دوست ما قطع شد. دوست عزیز، صدا وقتی شما از طریق تلویزیون میشنوین و صدایی که از طریق موبایل میشنوین با اندک تفاوت میه، کوشش کنین باز هم وقتی با ما تماس میگیرین صدای تلویزیونتون رو پخش کنین و از طریق موبایل صدای ما رو بشنوین. تماس داریم؟ خب امیروانی، بحث خود ادامه میتیم. روی گفتیم که وقتی یک طفل زد میکنه و هر آن خواستهایش به هر شکل که شده میخوای به دست بیاره و فامیل ها در این مسئله یکم سخت گیری میکنن و سخت پیش میرن، باید بگویم که یک بار خودتان به جای یک طفل قرار بدین. از طفل خودتان فقط در اون سطح و سویی که است، در اون سنه که است، با اون اندازه توقع داشته باشین، نه چیز بیشتر نه چیز کمتر. طفل به خاطر این ساخته شده که شوخی کنه، یاد بگیره، تجربه کنه، خراب کنه و دوباره یک چیز را خوب بسازه، نه اینکه کلا از اون مرحله طفولیت که هست، از اون خردسالی همه چیزش ردیف شده و درست پیش بره. گاهی اوقات با او فرصت اشتباه کردن نبتین، با او فرصت ایره بتین که شوخی کنه، بعض خرابکاری ها کنه. البته تا او حد نه که دوستا فکر کنن که بیش از اندازه به طفل آزادی قائل شون، نه، تا یک اندازه ای که از اون مراقبت داشته باشین، متوجهش باشین، نه با او حدی که بیش از اندازه قید کنینش، نه با او اندازه ای آزاد بگذارینش که طفل اصلا فراموش کنه که من کدام محدوده ای را باید رعایت کنم، در کدام قانون باید باشم و از یک چیز بالاخره ما پیروی کنم. تا حد بر او سهولت ها را فراهم کنین، محیط قسم مساعد بسازین که او تجربه کنه، یاد بگیره و از اشتباهاتش کوشش کنه که یک درس را بگیره، نه ای که وقت او یک اشتباه میکنه شما بخواین او را لد کنین، مجازاتش کنین و یا هم بروش پیش ببرین که او طفل ناراحت شوه. گاهی اوقات متوجه شین در فامیل ها وقتی یک طفل اشتباه میکنه، در مقابل همسن و سالش طفل لت کوب میکنن، توهینش میکنن، تحقیرش میکنن. درست است بر ما او طفل است، اما با خودش او یک شخصیت داره. طفل یک شخصیت داره که باید به با او احترام گذاشته شوه. زمانی که شما به شخصیت طفلتان احترام میگذاری، او خودش هم یاد میگیره که ابتدا به خودش احترام بگذاره، بعد از او به شما. زمانی که شما به طفلتان اهمیت نمیدین، ارزش قائل نمیشین، در مقابل همسن و سالش رو لت و کوب میکنین، توهینش میکنین، الفاظ رو استفاده میکنین که نباید استفاده شوه و بعد شکایت میکنن فامیلا که نمیفهم، طفل ما نزاکت داره در نظر نمیگیره، طفل ما زد میکنه، طفل ما پرخاشگر شده. اینو تمامشان رفتارهایی است که ابتدا از خود ما سر زده و بعد باعث شده که در طفل ما اونا را شاهد باشیم. هر باری که متوجه یک رفتار اشتباهی در طفلتان میشین، ابتدا ببینین که خودتان در کجا اشتباه کردین. هر قدر خودتان خوبتر پیش برین، هر قدر شما با او دوستانه باشین، محیط مساعد برش فراهم بسازین، به امو اندازه طفل هم خوبتر رشد میکنه، از رفتارهای مشکل سازش هم جلوگیری میشه و پروسه تربیتان هم درست پیش میره. گاهی اوقات اگر فامیل ها کوشش میکنن یک طفل مجازاتش کنن یا هم تنبیهش کنن، فقط به خاطر امو مشکل باشه که طفل ایجاد کرده، یا هم به خاطر امو اشتباهی باشه که از طفل سر زده. گاهی اوقات به خاطر یک طفل چندین طفل دیگر لات میکنن، به خاطر یک طفل چندین طفل دیگر الفاظ ناخوشایند برشون استفاده میکنن. از این خاطر طفل شاید براش گم کنه که خب پس کار درست چیست، خوب کیست، بد کیست، شاید اینا رو درست و دقیق نتونه تفاوتشان رو بفهمه. از این خاطر فقط طفل در اون موقعیتی که اشتباه کرده، به خاطر اون اشتباهی که کرده، اگر خواستین تنبیه کنین، البته او به شکل باشه که طفل درک کنه که به خاطر این کارش بوده، نه ای که چندین کار که از قبلا هم بوده اونا رو تمامش یک جا جمع کرده و به یک بارگی بخواین از او قصد بگیرین. اگر این مسائل دوستا در نظر بگیرن، من مطمئن هستم که بسیار از رفتارهای مشکل ساز اطفالشان از اینا حل خواهد شد و کدام مشکل خاصی هم در آینده پیش نخواهد آمد. تشکر. تماس داریم همکارم؟ خب در مورد انواع افسردگی اگر صحبت کنیم، چند نوع افسردگی موجود است؟ خب افسردگی انواع مختلف و متفاوت داره. به طور مثال افسردگی عمده است یا موجو در اصطلاح روانشناسی ما به او میگیم، که در این فرد بسیار تحریک پذیر است. یک نوع دیگر هم افسردگی که نزد خانم ها پیدا میشه، افسردگی پس از زایمان هست. خانم هایی که در جریان بارداری مشکلات زیادی را تحمل کردن و یا هم شرایط خوب را نگذاشتندن، بعد از اینکه ولادت میکنن احتمال اینکه دچار افسردگی شوند و اینا افسرده شوند ازشون بسیار زیاد است و از این مشکل رنج میبرن. نوع دیگر افسردگی دو قطبی است که در او فرد گاهی اوقات یک خوشی یا شادی بیش از حد داره و گاهی اوقات هم بسیار غمگین میشه. نوع دیگر از افسردگی دیستایمیا یا هم مداوم است که یک فرد کلا دچار افسردگی میباشه و افسردگی همراهش همیشه است.
نوع دیگر از افسردگی به نام آتیپیک است که در او یا هم به شکل غیر معمول است که گاهی اوقات افراد از درد سر، پا و دستشان شکایت میکنند و خواب نزی افراد بسیار زیاد است، یعنی میزان خوابشون به مراتب بیشتر از دیگر کسایی است که دچار افسردگی هستند. اینا مهمترین انواع افسردگی هستند که هر کس در هر سطح و سویه با هر سن و سال و هر جنسی که باشه ممکن است دچار این افسردگی ها شود و هر کدام این افسردگی ها به اندازه خودشان مهم هستند و به اندازه خودشان مشکل ساز و درد سر ساز هستند که اگر ما درمانشان نکنیم و یا هم اینا را دست کم بگیریم امکانی که در آینده با ما مشکلات بسیار جدی را با وجود بیاره بیشتر است. تشکر. خب این که افسردگی بعضی حالات دیگه هم باقی مانده که در جریان برنامه مطرح خواهد کردیم، شما هم کوشش کنین تماس داشته باشین و سوالاتان راجع به موضوع برنامه باشه. یک میان برنامه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. ادامه برنامه صحت برای همه. موضوع برنامه ما افسردگی است و مهمان ما خدیجه همتیار روانشناس. در جریان وقفه دوست ما تماس گرفته بودند که یک طفل یا یک شخص 19 ساله است، همیشه گوشه نشین است و بعضی اوقات از خانه میخواهد برای و وقتی برش گپی هم میزنی پرخاش میکنن و گریان میکنن، حتی میگه که من خودم میکشم. دیگه کدام کاری هم نداره. چی گفتنی دارین برسیم؟ خب یکی از علتهای افسردگی بیکاری است، خصوصا اگر طبقه ذکور باشن، چون وقتی یک فرد بیکار هست و کدام مصروفیت مشخص نداره یا هم مصروفیت سالم نداره، معلوم دار که در خود فرو میره و یک انسان که در خود فرو رفت حتما یک مشکل پیدا میکنه در خود. و ای که رفتارهاش به صورت پرخاشگرانه هستن، تحملش کم است، حوصلش کم است، شاید روی انرژی و خوراک و این مسائلش هم تاثیرگذار بوده باشه و که حتما تاثیر گذاشته، به احتمال زیاد گفتم میتونیم که امکان افسرده شدن این فرد باشه، با خصوص وقتی در رفتارهای پرخاشگرانیشان میبینیم و اینکه اگر بخواین خودکشی کنن و یا هم دست به خودکشی بزنن یا اقدام کنن، امکان افسرده شدن چنین شخص هست. و اگر یک بار به روانشناس مراجعه کنن و نظریات اونا را داشته باشن برشون بسیار خوب خواهد بود، چون افسردگی اختلال است که یک پیش‌زمینه بسیار قبلی داره و بر اساس یک شرایط خاص با وجود آمده، در یک مدت زمان خاص با وجود آمده که روی تمام اونا بحث شوه، بررسی شوه و بعد از اون ما بتونیم که مشکلشان حل بسازیم و از ریشه کاملا خشک بسازیم. شکر. تماس داریم؟ خب افسردگی نزد خانما آقایان تفاوتش در چی است؟ خب هم خانما و هم آقایان دچار افسردگی میشن، اما در علایم و یا هم رفتارهایی که خانما و آقایان از خودشان بروز میتن تفاوت وجود داره. به طور مثال وقتی یک خانم دچار افسردگی میشه، اینا خودشان سرزنش میکنن. تماس داریم؟ تماس میدیم. بله؟ بله. متاسفانه فکر کنم تماس بنده ما قطع شد. تماس بعدی؟ خب مهربانی، خانم‌ها وقتی دچار افسردگی میشن بیشتر خودشان سرزنش میکنن، در خود فرو میرن، اما در طبقه ذکور وقتی دچار افسردگی شون اینا دیگران را سرزنش میکنن، یعنی تمام هیجانات خود تخلیه میکنن روی دیگران. خانم‌ها وقتی دچار افسردگی میشن حس بی ارزشی و بی تفاوتی میکنن، اما در مردها برعکس است که تحریک پذیر میشن. یک خانم وقتی دچار افسردگی شد ممکن با صحبت کردن بخواد مشکل خود حل کنه، از اینکه صحبت کنه با کسی و یا هم بره دنبال درمان مشکل
مشکلش کدام شرم نداره، حیا نمیکنه، یعنی این کدام موضوعی نیست که از او بشرمه و یا فکر کنه که کدام موضوع بده است و نباید به کسی را بگیم. اما یک مرد شاید ننگ بدانه ای که در مورد افسردگیش با کسی صحبت کنه، از این خاطر مردها کوشش نمیکنن در مورد افسردگیشون بگن. خانم‌ها راحت هستن، آرام هستن، اما مرد تحریک پذیر و پرخاشگر هستن، بیشتر داد و فریاد میزنن، همه چیز مشکنانن، خلاصه یک کس را پیدا میکنن که هیجانات منفیشان روی اونا تخلیه کنن. یک خانم ممکن است با بعض فعالیت های مثل تهیه غذا، غذا خوردن و امثال اینا، پاکاری و بعض مسائل خودش راحت بسازه، البته از این مشکل خود بخواهد که تا حد فاصله بگیره. اما در مردها مثلا با مشاهده تلویزیون، مطالعه کردن و یا در بعض مواقع که رو به ورزش میارن، ورزش بسیار سخت و سنگین انجام میدن تا اینکه مو هیجانات روانی شون، البته هیجانات منفی را تا حد بتونن کاهش بدن. و اینا مهمترین تفاوتایی است که در افسرده شدن مردها و زنها، البته در رفتارهایشون ما میتونیم تشخیص بدیم که اگر یک مرد چنین رفتارها را داشت دچار افسردگی شده و اگر یک خانم چنین رفتارها را داشت ای هم دچار افسردگی شده. شکر. با یک اندک تفاوت. شکر. تماس داریم. بله. 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 سلام علیکم. برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه. خوش آمدید به برنامه. تشکر. میشه از همین طفلای کمی دورتر برین دوست عزیز که صدایتان درست داشته باشیم. میره بارین بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین. سوال ما این بود که یک بزرگر دارم تقریباً سن 20-30 ساله شده. همه کسیم افتاده است این کار رو میکنه، هر کشم پاده میکنه که در مکتب و خانه هم میشه بروشه گیره. بسیار خوب، گفتین 22 ساله است. بله. مکتب هیچ شامل نکرده بودین یا مکتب رها کرد؟ شما سوال دارین؟ نه خیلی. تشکر از تماستان، وقت خوش. خداحافظ. مهربانی. قسمی که گفتیم همیشه وقت ما از یک شرایط که در اون راحت هستیم، آرام هستیم و کلا مشکل نداریم، به صورت کلی خود ما را در اون شرایط امن حس میکنیم. وقت ما از اون شرایط دور میشیم، کم کم افسردگی به دنبال ما میآید و دچار افسردگی میشیم. اینا هم گفتن که تا صنف 6 خواندن و حالا یک جوان که 22 ساله شده و تحصیلش هم تا صنف 6 خلاصه شده و با مو اندازه درس خوانده و بس. خب معلوم داره وقتی او حس میکنه که نتونست، شاید او کسی را که میخواست خودش باشه و شاید او هدف ها یا ارزوهایی را که در زندگیش داشت نتونست به اونا برسه. از این خاطر نمیفهمه که او از کی انتقام بگیره. گاهی اوقات پرخاشگریش، رفتارهایش که حس میکنه ناخوشایند هست برای شما و یا هم مشکل ساز است در محیط خانواده، دلیلش هم این بوده میتونه که او درس نتونست بخونه و یا هم چیزی را که میخواست به دست نورد. شاید عالم بعض خواسته ها یا هم بعض اهداف داره که میخواد با اونا پیدا کنه و اگر محیط خانواده قسم باشه که بر اون زمینه را مساعد نسازه یا هم این جوان فکر کنه که حالا هم نمیتونه به اون خواسته هایش دست پیدا کنه، شاید رفتارهای تخریبی و یا هم تحریک پذیری این شخص بیش از حد زیاد شود. اگر با او صحبت کنین، یک بار راحت بشینین و مشکلاتش را بشنوین، خواسته هایش را بفهمین و ازش بپرسین که چی اهداف را در زندگیش داره و حالا میخواد چی کنه، چون که از تحصیل مانده، ای که انگیزه برش بتین دوباره شروع کنه، مصممتر باشه، با هدف باشه، درکش کنین و بفهمین که یک مرحله از زندگی رو خوب سپری نکرده و از او مانده. حالا باید تو کمبودی ها پر شوه و برش ایره گجزت کنین که هنوزم که اگر میخواه شروع کنه دیر نیست و شما برش ایره وانمود کنین و یا هم کاملا برش واضح بسازین که همراهش هستین و همراهش همکاری میکنین تا اینکه او یک اعتماد پیدا کنه و از این طریق اکثر رفتارهایش که مشکل ساز هستن در محیط خانواده تا حد کاهش پیدا کنه. تشکر. تماس داریم؟ بله. بله. سلام علیکم. برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه. خوش آمدین خواهر عزیز به برنامه. تشکر. مهربانی سوالتون رو مطرح کنین. خب سوال شما را متاسفانه که نگرفتیم. چی گفتین؟ میشه یک بار دیگه تکرار کنین؟ فشارش بالا میره؟ خب چند ساله هستن اینا؟ 70 ساله. 70 ساله.
مشکل قلبی، چربی خون، شکری گپا هم در پالیش داره یا خیر؟ بسیار خوب، سوال شما را گرفتیم، تشکر از تماستان، خداحافظ. خب اگر سوال دوست ما دورتر از موضوع برنامه بود، دوست عزیز، فشار بلند یک مشکل عامی است که در اکثریت جامعه ای نزد اشخاص موجود است. تقریبا 10 الی 15% فشار بلند دلیلش مشخص می باشد که بعضی از امراض باعث فشار بلند میشه، که قبلا هم من گفتم که اگر کدام مشکل قلبی داشته باشن، چربی خون، شکر خون یا کدام مشکل سیستمی که دیگه داشته باشن، باعث میشه که فشار بلند نزد اشخاص بلند بره. اما متاسفانه که در 85 الی 90% واقعات دلیل فشار بلند مشخص نیست، اشخاصی که سنش بلند هستن دچار فشار میشن. دیگه شما کوشش کنید پیش از دکتر صاحب داخله مراجعه بکنین و دوای دوامدار باید مریضتان بگیره. بعضی پریزا از نمک و از چربی روغنی اینا باید پریز کنن همیشه، و کوشش کنین شما مشوره دکتر صاحب داخله رو باید داشته باشین، غفلت نکنین، دوام منظم با پریز دوامدار باید داشته باشن. تماس بعدی. بله بله، سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، مهربانی سوالتان مطرح کنین. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. تماس بعدی. خب اگر شما موافق باشین، چون دوست ما وقت تماس گرفتن از فشار بلند پدرشان یاد کردن، چون شاید فکر میکنن که افسردگی هم ممکن باید شده باشه که فشار اینا بلند. یک دلیل هم مشکلات عصبی بوده میتونه در دلایل فشار بلند. فشارهای روانی که ما در محیط داریم ممکن است که باید شوه فشار پدر اونا بالا بره. البته باید بگیم که بعضی از بیماری های جسمی هم میتونه که عامل افسردگی باشه، به طور مثال دیابت یا شکر یک عامل بسیار خوب و اساسی در افسرده شدن افراد است که باعث میشه یک فرد بسیار زود دچار افسردگی شود. یا هم سرطان یک بیماری است که وقتی یک فرد دچارش میشه امکان نداره که از نظر روانی هم دیگه بگیم که فرد سالم است، کلا درگیر اون موضوع میشه یا هم درگیر یک بیماری خود میشه و امکان داره که دچار افسردگی شود. گاهی اوقات وقتی یک فرد یک بیماری خطرناک دیگه را که سپری میکنه یا هم بعض داروهایی را که استفاده میکنه، احتمال این که اینا سبب افسرده شدن این فرد شوه نزد اونا هست، که البته ما در کل گفته میتونیم که موضوع جسم و روان یک موضوع بسیار به هم پیچیده است. به هر اندازه‌ای که جسم سالم داشته باشیم ما به هم اندازه‌ای روان سالم داشته باشیم، و به هر اندازه‌ای که روان ما سالم باشه یک جسم سالم میتونیم داشته باشیم. کلا دخیل هستن و اگر اینا را از فشارها و استرس‌های محیط دور نگاه کنن شاید باشیم بهتر باشه. تشکر. تماس داریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، برنامه صحت برای همه است. تلویزیون آینه، خوش آمدین به برنامه. صدای شما را دارن، مهربانی سوالتان را مطرح کنین. بسیار خوب، بسیار خوب، سوال شما را گرفتیم، تشکر از تماستان، وقت خوش، مهربانی. خب در بزرگسالی چگونه با افسردگی مبارزه کنیم؟ درست، بزرگسالی هم یک مرحله بسیار حساس از زندگی است. یعنی فکر کنین همون رفتارهایی را که یک طفل میتونه داشته باشه با همون دل نازکی که ما به اصطلاح عام داریم، یک بزرگسال هم تقریبا همونطور است. کلا یعنی فکر میکنه که عمر گذشت، خلاص شد دیگه، حالا روان هستم طرف مرگ و مردن، این مسائل. یعنی حس میکنه که به آخر رسید. این حسی ای که زندگی خلاص میشه و به پایان میرسه خودش یک نوع ناامیدی رو در یک انسان به وجود میاره، و این ناامیدی ها خب میفهمید که بیشتر آدم نگران میسازه، ناراحت میسازه و به انسان خوشایند نیست. در مورد دوا گفتین اگر یک فرد افسردگیش درست تشخیص شود که افسرده هست و به حد رسیده که با روان درمانی درمان نمیشه، چون که ما پروسه درمان قسمی است که از روان درمانی شروع میکنیم. وقتی از روان درمانی پیش رفتیم یا هم دیدیم که یک فرد با روان درمانی صحت یاب نشد یا هم مشکلش باقی مانده، باز او وقت از بعض داروهایی که مخصوص هستن و روانشناسا خودشون تجویز میکنن در اون موارد
ازشان استفاده میکنیم. در غیر از او ما دارو را به صورت خودسرانه و یا هم به هر کسی که میگه ما دچار افسردگی هستم و یا هم افسرده شدیم تجویز نمیکنیم. غذاها هم خوب از غذاهای متنوع استفاده کنین، به خصوص ماهی و خرما بسیار میتونه نقش مهم و اساسی داشته باشه. این دو خوراکی را که شما استفاده کنین براتون بسیار خوب میباشه و کلا به خاطر تغییر وضعیتتان یا هم بهبودتان هر اندازه‌ای که میتونین تلاش کنین، خودتان دست به کار شوین و به مو اندازه کوشش کنین که وضعیتتان را بهتر بسازین. تشکر. تماس داریم؟ بله؟ خب. تماس داریم؟ بله؟ بله. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. خب بعضی اوقات ما در شفاخانه کلینیکا شاهد بعضی از مریضا هستیم که ما به نام استریک یا سوماتوفارم بله. او را ترقی میکنن دکتر صاحبای عقلی و عصبی. خب تماس بیننده ما را جواب بدیم. بله؟ بله. خب متاسفانه تماسشان قطع شد. مریضایی هستند که کدام مشکل جسمی نزدشان موجود نمی باشند، اما فامیل از تاریخچه افسردگی نزد از اینا شکایت میکنند و این مریض به یک بارگی خود انداخته، فامیلان به سر و پای و پالوچ مریض دواندوان به شفاخانه انتقال میتن و میارن. وقتی که معاینات انجام میشه که علائم حیاتی کل نرمال است، کدام مشکلی نزد مریض دریافت نمیشه؟ این چی نوع یک مشکلی است؟ آیا دلیلش افسردگی است؟ چطوری مریضا به این حالت میرن؟ گاهی اوقات یک مشکل دیگر روانی مثل به نام خود بیمارانگاری است که اینا فکر میکنن بیمار هستن، در صورتی که درست هستن. معاینه میکنن، شاید بارها معاینه کنن، وسواس گونه هر بار معاینه میکنن، صحتشون خوب است، فکر میکنن که ممکن دچار کدام مریضی شده باشم، دوباره معاینه میکنن بارها و بارها. گاهی اوقات هم میشه کمبود محبت، بی‌توجهی و اینا مسائل باشن که یک فرد مجبور میشه که هیچ راه و روش دیگه ای را نمیتونه استفاده کنه، مجبور است که خودش بیمار جلوه بده. و ما میفهمیم که در مقابل یک فرد بیمار روی ما چه قسم است. بسیار صمیمی، بسیار دوستانه و بسیار به شکل رویه میکنیم که خوشایند است به جان مقابل. وقتی در خانواده برای یک فرد درست توجه نشه، درست به او محبت داده نشه، به صحتش ارزش قائل نشن، به خودش ارزش قائل نشن، او مجبور میشه که یک روش را امتحان کنه یا هم از یک روش پیش بره که توجه کنه به خود کنه و یا هم جلب توجه کنه. از این طریق اینا کوشش میکنن که خودشان بیمار جلوه بتن، مراجعه کنن به دکتر و در او بعض معاینات صورت بگیره یا هم دوا داده شوه. و بخصوص در مردم ما کسی که زیاد دوا گرفت قسم رویه میکنن که دیدین من چقدر مریض بودم، چقدر وضعیتم خراب بود. نه. و مثالش هم این دوای ماست. اگر مریضیشان قسم باشه که دوای زیاد نتی، هر قدر جدی هم باشه، فکر میکنن که دیگه صحتمند هستن و کدام مشکل خاصی نیست و اونا صحتمندیشان بر اساس میزان دوایی که به اونا داده میشه تخمین میزنن و به او اساس تعیینش میکنن. از این خاطر بیشتر اوقات فقط یک فرد اگر مشکل خود بیمارانگاری نداشته باشه، البته خود بیمارانگاری یک نوع اختلال روانی است که اگر از این مشکل فرد رنج نبره، بیشتر مواقع فقط به خاطر این کارو میکنه که توجه و یا هم محبت را که از اعضای فامیل خود توقع داره بدون کدام قید شرط به دستش بیاره. و چه خوب است که ما این محبت را بدون اینکه کدام شرط بگذاریم، بدون اینکه جان مقابل مریض باشه، صحتش خراب باشه و یا هم دچار یک مشکل باشه به او تقدیم کنیم. بهتر است اکثر مواقع خالصانه و بسیار راحت محبت ما را ابراز کنیم و جان مقابل را برش بفهمانیم که مهم است، بارزش است، اگر صحتمند باشه یا هم مریض باشه. تشکر. وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. ادامه برنامه صحت برای همه. تماس داریم دوستان؟ خب بعضی اشخاص، بعضی جوانا بسیار مصروف موبایل هستن یا مصروف گیم. بعضی از گیم های نو برآمدن که
چهار نفر و سه نفر آنلاین گیم میزنن و شب تا به صبح میشینن پابجی میگن و مثلا چی میگن. و بعضی اوقات اطفال هم دچار تلفن شدن. بله. طفلای بسیار خرد صنف اول دو هستن تلفن‌های والدینش یا برش تلفن گرفته شده همیشه مصروف گیم هستن. بله. و ما شاهد اشخاصی هم هستیم که همیشه در گیم مصروف است. وقتی با فامیل میشینه در اجتماع میشینه بسیار گوشه نشین، فقط توجهش طرف گیم است که من بیرم از گیم استفاده بکنم. این چقدر مشکل زا است؟ در آینده چقدر مشکل برای اشخاص ایجاد میکنه؟ این وابستگی است چی است؟ در ابتدا یک عادت است، یعنی وابسته شدن اینا گیم بزنن یا هم یک فعالیتی که خوشایند است نسبتاً او را انجام بدن. گیم زدن خب میفهمین که یک فعالیت است، جوان از او لذت میبرن. یک شرایط بسیار راحت که میشینن و ساعت ها گیم بازی میکنن بدون اینکه خسته شون یا ناراحت شون. در این شرایط وقتی اونا خودشون راحت احساس میکنن، امن احساس میکنن و کلا از این شرایط لذت میبرن. وقتی اگر ما بخوایم اینا را از این شرایط دور بسازیم، دیگه گیم بازی نکنن، امکان داره که این فرد دچار افسردگی شود. به خاطر از اینکه در این شرایط راحت بود، عادت کرده بود، به یک بارگی که این قطع شد، به وضعیت ناخوشایند است، به یک وضعیت قرار گرفت که خوشایند نیست، برایش ناراحتش میکنه. او آسودگی یا او سهولت را که قبلا داشت حالا نداره. اما تو اطفالم وقتی بیش از حد به این مسائل دوچار میشن، گیم بازی میکنن یا هم اگر تلویزیون باشه، هر کدام اینا تمامشون به اندازه کافی و یا هم بسیار زیاد میتونه به روی روانشون تاثیر کنه. ابتدا یک عادت یا وابستگی را به وجود میاره، کم کم اینا دیگه نمیتونن از کدام فعالیت دیگه جز این فعالیت لذت ببرن، از خانواده دور میشن، از اجتماع دور میشن، مهارت هایی که نظر به سن و سالشون است، به سطح و سویشون است، اونا را نمیتونن فرا بگیرن، چون کلا یک جوان وقتش صرف گیم است. یک طفل کلا شیشه و کارتون میبینه یا هم گیم بازی میکنه در تلفن، که اطفالم الان بسیار زیاد یاد گرفتن و در تکنولوژی شاید بگیم که بسیار پیشرفت کردن این طفلا، بخصوص در سه گیم و کارتون و این مسائل زیاد خودشان درگیر ساختن. حتی اگر متوجه شده باشین، گاه در خانواده ها خانم هایی که میان سال هستن و یا هم کدام مصروفیت بیرون از خانه ندارن یا اگر دارن هم بسیار وابسته به یک برنامه تلویزیونی میشن، به یک سریال میشن. وقتی اون سریال خلاص میشه فکر میکنن که یک چیز کم شد دیگه، کلا از یک شرایط که راحت بود، سهولت بود، از اون دور میشن. اینا اگر در ابتدا متوجه نباشن، در آینده خود دیدن که چقدر وقتی یک چیز رو بیش از حد برای خودتون بزرگ جلوه میتین و به یک بارگی از اون دور میشین یا میخواین دورش کنین، ابتدا خود دور نمیشین. اما اگر شرایط قسم باشه که مجبور شوین از او دور شوین، یک خالیگاه را خودتان در زندگیتان به وجود میاره و با وجود آمدن خالیگاه خودش باعث میشه که یک فرد دچار افسردگی شوه. تشکر. تماس داریم؟ خب کدام راهکارها یا چطور میتونیم از افسردگی جلوگیری کنیم تا افسرده نشیم؟ باز بعدا روی تداوی میایم. راه مختلف و متفاوت است که ما از افسرده شدن ما و یا همی که دچار افسردگی نشیم از او راه استفاده کنیم تا که دچار نشیم به افسردگی. به طور مثال ما بریم روی بعض از توانایی های خود کار کنیم، ظرفیت سازی کنیم در خود، روی او جنبه هایی از زندگی کار کنیم که اگر یک خالیگاه پیدا شد، یک کمبودی پیدا شد، یک نقص و یا هم یک خلل ایجاد شد، ما باز هم بتونیم در موجودیت اونم و شرایط خود ما را حفظ کنیم. یک چیز بالاخره داشته باشیم که ما را کلا از پای نندازه. روی ظرفیت های ما کار کنیم، مطالعه بیش از حد داشته باشیم، البته ابتدا کم و بعد از او زیاد بسازیمش، چون در مطالعه کردن هر قدر ما پیشرفت کنیم، هر قدر زیادش بسازیم، بر علاوه که فایده کنیم کدام ضرر نداریم. کوشش کنیم که دوستا و یا هم افرادی که ما در زندگی ما هستن با اونا نشست برخاست داریم، افراد شاد و سرحال باشند. یک فرد منزوی، یک فرد افسرده، یک فرد که یک شخصیت داره که بر نحوه حس میکنیم افسرده است، نگران است، ناراحت است، ناامید است، یا هم افکار خوب نداره در زندگی خود، هدف نداره. با این قسم افراد تا حد اگر فاصله خود را حفظ کنیم، گوشه باشیم ازشون، دور باشیم، بسیار بر ما خوب است، چون شخصیت ما حتما از اونا تاثیر پذیر هست و اونا روی شخصیت ما تاثیر میکنن. و هر اندازه ای که ما اشخاص خوب بر ما انتخاب کنیم، افرادی که انگیزه داشته باشن، هدف داشته باشن، اگر خودشان رسیدنیانی، ما وقت با اونا هستیم با یک چیز خوبتر فکر کنیم یا هم یک کار کنیم که صدمه نبینیم. هر قدر این مسائل در زندگی خود در نظر بگیریم و کلان یک دید باز داشته باشیم بر زندگی ما،
مثلا اگر یک شرایط بعد میایه، یک بحران میایه، فقط به یک نگاه به اون نبینین، از یک زاویه دیگه هم با او یک دید داشته باشین، از یک جنبه متفاوته با یک دید متفاوته، در کل مثبت نگر باشین تا اینکه از افسرده شدن ما جلوگیری شوه و تا حد از افسردگی ما دور باشین. چکر مسئولیت والدین یا اعضای فامیل در قسمت یک شخصی که دچار افسردگی شده چی است؟ بعضی اوقات فامیلا اشخاصی که افسرده هستن اونا را تهدید میکنن و دشنام میتبرشان. مسئولیت چی است؟ چطور از این مریض است؟ اشخاص افسرده مریض هستند، ضرورت به کمک دارند، ضرورت به مشوره دارند. این مسئولیت چی است؟ مهمترین مسئولیت را که یک فامیل داره ایست که واقعا او فرد بدون کدام قید شرط درکش کنین. هیچ وقت از مریضیش یا هم بیماریش با او قسم وانمود نکنین که تو یک چیز کم داری یا هم دچار یک نقص خلل شدی. هر باره که شما یاد میکنین به اون اندازه او ایستادگی میکنه. گاهی ممکن است بدترین وضعیت داشته باشه اما هیچ وقت در مقابلتون ظاهرش نسازه. به خاطر چی؟ میترسه از یک مبادا تنه بتینش، مبادا چیزی بگین که بر وضعیتش دگام خراب بسازه. هر قدر درکش کنین، هر قدر یک فرد ازش بشنوین گفتنی هایش، ای که چی خواسته ها داره و تا چی حد شما تونستین که خواسته هایش با او برآورده بسازین و در کل فقط اگر من روی یک نقطه اشاره داشته باشم، اما درک است، درک متقابل در یک خانواده به هر اندازه ای که درک داشته باشه، به هر اندازه ای که جان مقابل بهتر بفهمین، به مو اندازه مسئولیتتون خوبتر ادا میکنین و شاید از اکثر رفتارهای ما که مشکل ساز هستن در خانواده هر کسی که مشکل ایجاد میکنه وقتی میپرسین ازش شاید یک کلمه را بگه که درکم نمیکنن، خدا به جایم قرار نمیدن. درکش کنین، خدا به جایش قرار بدین، حامیش باشین، حمایتش کنین و نگذارین که وضعیتش قسم شوه که او از خانه فرار کنه، چون ما همه مشکلات ما رو میایم در خانه حل میکنیم. وقتی خانه خودش با مشکل تبدیل شوه فکر کنین که یک فرد افسرده کجا خواد رفت و چی خواد کرد. حامیش باشین و در بعض مواقع اگر کوشش کنین که برای روانشناس او را ببرین و یک مراجعه داشته باشین برای روانشناس، برایشون بسیار خوب است و اینو برایشون وانمود کنین که شما همراهشون هستین و در هر نوع شرایطی که هست تنهایش نمیگذارین. چکر وقت برنامه کم مانده، به عنوان آخرین پرسش، تداوی چطور صورت میگیره وقتی یک شخص دچار افسردگی میشه؟ تداوی چی است و اگر تداوی نمیشه اختلالات یا چی مشکل چی عواقبی را در قبال داره؟ کوتاه. خب اگر افسردگی به اساس یک مدت زمان طولانی به وجود میآید بهتر است که مراجعه داشته باشند به روانشناس، چون افسردگی مشکل نیست که بگوییم فقط در یک برنامه تلویزیونی یا هم با یک جلسه یک ما میریم درمانش کنیم. جلسات مداوم گرفته شوه، به فرد وانمود کنن و مشخص بسازن که مشکلش تا چی اندازه مهم است که به او باید رسیدگی شوه و او را درمان کنه. بهترین راه درمانش همیست که یک بار به روانشناس مراجعه کنین. بر علاوه اگر افسردگی درمان نشه امکان داره که با اسکیزوفرنی و بعض مشکلات روانی بیشتر هم به انجامه، یا هم اگر فرد در اون حالت نرسید افکار خودکشی خودش بزرگترین مشکل است که یک فرد میتونه داشته باشه. اگر به خودش صدمه نرسون ممکن به دیگران صدمه برسانه، محیط بزنه مختل کنه و به یک شکل به خود و به دیگران مضر واقع شوه. تشکر، پیام داشته باشین، مهربانی. تشکر، فقط از دوستان میخوایم که خودتان به خاطر زندگیتان کار کنین و با خودتان مهربان باشین. خدیجه همتیار روانشناس، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و معلومات خوب جامعتان با ما بینده ما شدید. تشکر از دعوتتان، سلامت باشین. تشکر از بینده های ما که به حوصله مردی برنامه ما را دنبال کردن و تشکر از همکارای تکنیکی ما. این بود داشته های برنامه کنونی ما که پیشکش حضور شما شد. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک می سپارم. خدا حافظ و ناصرتان. Thank you.